برگشت خونه توی ترافیک که بودم دیدید ترافیک آدم رو هیپنوتیز میکنه دیگه مثلا یه پرتت میکنه ده سال پیش یا فیلم زندگیت رو دور تند از جلوی چشاد رد میشه منو برد پنج سالگی چیزی که خیلی پررنگ بود توی اون سن و سال برام و خاطراتی که توی ذهنم باقی مونده بود این بود که پدرم از لحاظ مالی ورشکست شده بود و اوضاع احوال خونه خیلی جالب نبود من و برادرام و خواهرم که خب تا قبل از این اتفاق توی ناز و نعمت بزرگ شده بودیم خیلی این اوضاع برامون خوشایند نبود و منم که توی اون سن و سال بچگی پنج شیست سالگی خیلی از شرایط خیلی نمیفهمیدم و اوضاع رو شاید به خوبی درک نمیکردم توقع خاصی هم نداشتم یا حتی اگه همون توقعات بچگیم هم برآورده نمیشد خیلی ناراحت نمیشدم تنها سرگرمی اون دوران برام ورزش کردن بود چون هم خیلی در دسترسم بود رایگان بود و از همه مهمتر خیلی بهش علاقه داشتم یه خورده بزرگتر شدم حالا تابستونا کار میکردم طول سال هم میرفتم مدرسه تا اینکه یک روز نقطه عطف زندگی من شد سال 1384 توی یک روز بهاری من رفتم تا برای امتحان ورزش مدرسم تمرین کنم. رفتم استادیوم با چند تا از دوستان بودم و اونا هم در واقع همراه من بودن. یه مسافتی رو برای خودمون مشخص کردیم. یکی میدوید، یکی تایم گرفت و اصلا هیچ میار و ملاکی نداشت که این مسافت رو توی چند ثانیه باید کنیم. تو یکی از اون مربیایی که اونجا بود رفتیم ازش سوال کردیم که خب 100 متر رو توی چند ثانیه باید دوید از من سوال کرد چند ثانیه دویدی گفتم 13 ثانیه باورش نمیشه گفت دوباره بدو من خودم تایم بگیرم تا اینکه تایم گرفت و فهمید که من چقدر توی دوی سرعت استعداد دارم و اون روز شد نقطه عطفی در زندگی من و اون مربی استاد رمضانزاده زاده که سالیان سال مربی من بود. شاید خیلی از ماها انتخاب مسیر زندگیمون باشه بعد از گرفتن دیپلم یا حتی مثلا برای بعضی از ما پسرها پایان دوران سربازی یا تموم شدن تحصیلات تکمیلیمون توی دانشگاه. ولی برای من انتخاب مسیر زندگیم برگشت به همون دوازده سالگی جایی که خیلی همسن و سالام شاید آرزوشون خلبان شدن بود ولی من آرزوم قهرمان شدن بود نه تنها آرزوم بود بلکه برای اون آرزو داشتم تلاش میکردم توی همون سن و توی اون مسیر داشتم دنبال آرزوهام میدویدم به تمرینات دومیدانی دعوت شدم و هر روز یک پسر دوازده ساله ای که توی شهرش حتی یه دونه پیست استاندارد دو میدانی هم نیست بعد از مدرسه کولش رو بر و میرفت به استادیوم خاکی شهرش تا اونجا تمرین کنه شاید حتی نزدیکترین افراد نزدیک خودم هم یا هیچ کس دیگه ای توی این شهر و توی اون فضا باورش نمیشد که همین بچه لاغری که بعد دوران مدرسه مثلا کولش رو بر و میره توی پیستی که هیچ میار استانداردی برای قهرمانی و حرفه‌ای بودن نداره تمرین میکنه چرا هیچ کس فکر نمی‌کرد ولی خودم فکر میکردم تمام اون مسیر استادیوم تا خونه رو من داشتم به این فکر می‌کردم که چجوری میتونم یک روز یک قهرمان بزرگ شن و همیشه وقتی تلویزیون یک قهرمان بزرگ رو نشون میداد همزاد پنداری میکردم باهاش و همیشه به خودم میگفتم که یه روزی میشه بذارید یه خورده از سختی اون شرایط براتون بگم وقتی میگم شرایط سخت یعنی حتی برای مسابقه دادن کفش استاندارد نداشتم و مجبور بودم که کفش دوستامو قرض بگیرم تا بتونم مسابقه بدم یا حتی خیلی از روزها برای اینکه از استادیوم تا خونه برم به خاطر نداشتن پول تاکسی مجبور بودم کل اون مسیر رو پیاده برم ولی صادقانه بخوام بگم همه این سختی ها برام شیرین بود چون خودم حس می کردم که بخشی از مسیر موفقیتم و همیشه به خودم می یه روزی میشه و شد روزی که شرکت معتبر پوما اولین کفش اختصاصی رو برای حسن تفتیان طراحی کرد که توی المپیک بپوشه یا روزی که برای اولین نفر از شهرم ورودی المپیک رو کسب کردم یا برای اولین نفر از کشورم توی پربیننده‌ترین ترین و مهمترین رقابت المپیک یعنی صد متر کسب سهمیه کردم یا روزی که مجسمم رو توی یکی از میدونهای شهر زدن به خودم گفتم دیدی که شد اما رکن اصلی همه این پیروزی ها شکسته. یک حسن دوازده ساله ای بود که یک سری عادات و روابط و روتین داشت که حسن قهرمان با اونا تفاوت داشت. اول از همه حسن تفتیان خودش رو شکست. راحت طلبی رو شکست. تنبلی رو شکست. اون روابطی که نباید رو شکست. اون روتینی که همه همسن و سالاش داشتن طی کردن رو شکست تا یه راه جدیدی رو بسازه که تاریخ ساز بشه در عرصه ورزش کشورش خدمتون عرض کنم که وقتی خودم رو شکستم و در این مسیر قرار گرفتم مسیر پر بود از چالش‌های جدید چون راه خودم ساخته بودم و این چالش‌ها برای من انقدر جدید بود که حتی بعضیاشو نمیشناختم و اونجا باعث شد که توی این مسیر پر پرپیچ و خم و توی این رقابت کردن که جزوی از زندگی من شده بود پیروزی و شکست تواتری پیدا کنه توی زندگی من اما من, ال... اما من اینجا هم که از شکست ها بگم براتون شکست مالی پدرم شکست توی اولین مسابقه ای که حتی در سطح شهرستان دادم شکستن و خورد شدن توی خیلی از لحظات زندگی که شاید برای خیلی از ماها پیش بیاد و خیلی از شکست های نامرئی که فقط خودمون دیدیمشون همه این شکست ها باعث شده که من الان اینجا باشم و داستان سریع ترین مرد ایران و آسیا رو براتون بگم از دیدگاه من شکست ها حلقه های زنجیر پیروزی هن. یک زنجیر محکم پیروزی تشکیل شده از حلقه‌هایی که با شکست به وجود میاد. یوسیم بولد، سریعترین مرد دنیا، میگه سخت‌ترین کار دنیا تکراره. یعنی اگه باختی ادامه بدی، اگه بردی ادامه بدی، یا حتی اگه زمین خوردی هم ادامه بدی، چون هر چی هست تو همین ادامه دادن است. ۱۲۳۴۵، چه عددیه؟ تعداد شوت های مایکل جردن که گل نشده تاریخ اهمیتی نداره براش که چند تا شوت رو گل کرده یا چند تا شوت رو گل نکرده ولی اگه همین شوت های گل نشده نبود هیچ وقت مایکل جوردن قهرمان افسانه ای ام ساخته نمیشد پس باید شروع کنیم چه ببریم چه ببازیم واقعا اینا جملات انگیزشی یا شعار نیست اینا راز موفقیت زندگی قهرمان است. به نظر من توی هر رقابت هر دو طرف تمام تلاششون رو میکنن که همو شکست بدن خودم رو میگم توی هر مسابقه تمام تلاشم رو میکنم که رقیبام شکست بدم و رقیبامم هم دقیقا همینطور من با این علم که اونا هم تمام تلاششون رو میکنن که منو شکست بدن ولی حداقل رقابت برای, این برای من این مفهوم رو میرسونه که چه شکست بدی چه شکست بخوری هر دو بخشی از موفقیت و پیروزیه اگه شکست دادی که پیروز شدی ولی اگه شکست خوردی حداقل توی رقابت با خودت تمام تلاشتو رو کردی و توی رقابت با خودت پیروز شدی خدمتتون بگم قهرمان های بزرگ دنیا شاید اینو از زبون خیلی هاشون شنیدم ترس جازدن، زدن شک کردن خستگی وسوسه نرسیدن شاید بیشتر از هر کسی سراغ من و افرادی شبیه من بیاد ولی فرق قهرمان های بزرگ اینه که تفاوتش اینه که اونا خیلی سریع از این احساسات عبور میکنن ادامه میدن و توی مسیر صحیح دوباره قرار میگیرن در پایان فقط خواستم اینو بگم که اگه تمام تلاشتون رو کردید برد باخ یا مساوی هیچ معنی و مفهومی نداره اون کاپ شکست رو باید از گوشه تاریک ذهنت بیاری بیرون ببینیش ازش عبور کنی و ادامه بدی زندگی یعنی تلاش برای بهتر شدن